صحبت‌های جنجالی الکسیس تگزاس در مورد همکاری با ساسی و گفته این که نمیدونه چرا به ایران ممنوع الوروده. افشاگری فوق جنجالی سر قریشی از مهدی طارمی و گفته این که طارمی از بچگی عاشق من بوده و به زور مخم رو زده و وقتی که مادرش فهمید سکته کرد. من گفتم که به خاطر اینکه شما از من 4-5 سال کوچیک‌تر. واکنش تند اپیکار به مخاطبایی که بعد از افشاگریش گفته بودن که این ماجرا حاشیه است. آخه مادر جن. و ویدیوهای کنسرت جنجالی شایع توی دبی و حضور دوست دخترش و همچنین بهزاد لیتو توی این کنسرت و کلی اتفاق جنجالی دیگه که در ادامه میبینید. خب در ابتدا بریم سراغ صحبت‌های فوق جنجالی الکسیس تگزاس که در مورد همکارش با ساسی مانکن صحبت کرده و میگه که نمیدونه چرا نمیتونه بیاد ایران. Apparently people got mad. I didn't do anything but do my job. Really, they got mad about that? I thought that was so dope. Allegedly. Well, but in the article that I read, it was like that I could never, that I was banned because I give it like a bad name to, I don't fucking know something, but what, who knows? I don't know. It was a catchy song. It was great. It was a fun time. But yeah, I did know that. Definitely, if I look at my demographic, my Ron definitely. Same. Are you familiar that you are your auntie Alexis in Iran? I didn't know that in Iran that is, but I know that you're very popular. You and Johnny Sins. He's the uncle. I know in Iran I am very popular. I have a lot of fan base yes. from there. Yes, and I know that do. My picture was used on a lot of all things over all over. He and tells I think me all the time. My yeah. sex my was like played on some commercial thing too. It was like a whole thing, but I also heard that I think I'm banned from there. و اما از اون طرف هم گروه اپیکور که با گذاشتن یه ویدیو فوق جنجالی افشاگری کرده بود که چند سال پیش دستگیر شده بودن و همه این سالها زیر حکم داشتن فعالیت میکردن. بعدش با انتقادهای برخی از مخاطبا روبرو شد که میگن این ماجرا حاشیه است و امیر اپیکور هم با گذاشتن یه ویدیو دیگه میگه که این جریان حاشیه نیست و تمام زندگی من بابت این جریان نابود شده و شما چرا همه چی رو به شوخی گرفتین. این ویدیو واسه هیتراس خود یا صداشو کم کن. آخه مادر ای بی‌ناموس هارون زاده، زندگی یه آدمو به خاطر 4 تا بیف رپی و 4 تا کوچر به سخره میگیرن. من دارم میگم 6 سال زیر تیغ بودم، با وثیقه بیرون بودم. همین الان وثیقه‌ام به جای خودم باز داشته. ماشینم تو پارکینگه، هر چی که به نامم بوده الان بلاکه. سر اتفاقات مهسا امینی که داشتم استوری میذاشتم فوری تجدید نظر حکممو تایید کرد، سری بردنش اجرای احکام. من مجبور شدم 2 روزه از مملکت بپیچم، اصلا برنامه این نبود. الان همه چیه من بلاکه. و تو داری از آهنگی حرف میزنی که 7 سال پیش اومده به خاطر اینکه ترامپ اومده بود گفته بود خلیج عربی و من اون موقع یه جوونی بودم که غیرت داشتم رو مملکتم اومدم دیس کردم. 60 تا ترک داره اپیکور، حالا 2 تاش چیزی بوده که شما دست گرفتید، اونم آهنگایی که عینش و رپرهای خفنمون وقتی ایران بودن خوندن. حتی گفتم برید رأی بدید. به کیم رأی بدید؟ این تا اینجا باشه واسه اون هیترهای بی‌ناموس. شما عشقای دلم که میگید خدا بات قوی بمون تو تنها نیستی، هیچ خدایی با من نیست. خدا پشت شما و اون بچهای رپ فارسی که الان کابلو گرفتن. سهر قریشی هم که توی اقدامی جدید میگه طارمی خودش به زور میخواست با من دوست شه و از نوجوانی عاشق من بوده و خودش اومد و پیشنهاد ازدواج داد و میگفت که من آرزوم بوده بزرگ و موفق شم تا بتونم با یکی مثل تو باشم. این آقا دلو زد به دریا، اومد گفتش که شما چرا پیشنهاد دوستی منو قبول نکردین؟ من گفتم که به خاطر اینکه شما از من 4-5 سال کوچیکترین. حالا خواستم دلش هم نشه، شما 4-5 سال از من کوچیکترین. و ایشون یه انگشت تو دست خودش در آورد، نشست و از من خواستگاری کرد. گفت من قسم ازدواج از خیلی وقت شما رو میشناسم و دوست دارم و پیگیر اخبارا و همه چیتون هستم، حالا قسم این که ازدواج و این حرف. من اصلا من خندیدم، اصلا جدی نگرفتم. ولی خب از اونجایی که بچه خیلی احساسی و مهربونی هستم، گفتم که یه دوستم اونو کنم، گفتم چیکار کنم من الان تو این شرایط. و اینا گفتم که من الان از یه رابطه ای اومدم بیرون، یه رابطه 7 ساله بوده و حال روحی مناسبی ندارم، دارم به قول معروف نسخه اون رابطه 7 ساله رو پس میدم و یه جورایی اوضاعم خوب نیست. گفت نداره، گفتم اجازه بده ما یکم بیشتر با هم آشنا بشیم، بیشتر هم دیگه رو ببینیم، ان ببینیم به چی به کجا میرسیم. این شروع 1.5 سال
طول کشید. توی این یک سال و نیمی که طول کشید و هیچ کس متوجه این رابطه نشد و خیلی مراقبت میکردیم، خیلی اهل والا به قیافه همون نمیاد، خیلی اهل محرم نامحرمیم. و قبل از اینکه اصلا 15-16 سر فیلم دل نوازان، چند سالشون بوده نمیدونم، سر فیلم دل نوازان عکس تو رو داشته و گفته بود میزده تو اتاقش رو تو خونه داشته و مامانش میاد میگه که عکس نامحرم رو چرا تو خونه نگه میداری و این حرف رو مینداخته دور. و دوباره این عکس دیگه و آرزوش این بوده که یه روزی بزرگ بشه، معروف بشه و با یه نفر شبیه به من ازدواج بکنه. یعنی میخوام بهتون بگم یک احساس پاک و تمیزی پشت این رابطه بود، نه یک هوس. بله، و اما کنسرت شایعه و مهیارم که توی دبی برگزار شد که مثل همیشه دوست دخترش همراهش بود و جالب این که بهزاد لیتو هم به این کنسرت رفته بوده. حالا در کل نظر شما در مورد این ویدیو و اتفاقات چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.